جمهورغنی در واشنگتن گفته است شکنجه و بدرفتاری تنها سبب خشمگین شدن شماری از اعضای طالبان شده است و زمان آن رسیده که زخم ها التیام بخشیده شود و از آنان پوزش خواسته شود آقای غنی افزوده است که صلح با جنگجویان لازمی بوده و اعضای طالبان از نارضایتی مشروع رنج میبرند رویترز به نقل از رئیس غنی گفته است از مردمی که مردم به ناحق زندانی شدند و در زندان ها و و شخصی شکنجه شدند چگونه معذرت می‌خواهد؟ آقای غنی پیش از این در سخن سخنرانیش در کنگرس آمریکا گفت که اعضای طالبان می توانند به جامعه افغانستان برگردند اگر راضی به احترام گذاشتن به قانون اساسی شوند این در حالی است که اعضای طالبان اوایل هفته در واکنش به اعلام براک اوباما برای نگهداری نزدیک به ده هزار سرباز آمریکایی تا سال 2015 در افغانستان گفتند که آنان هیچ جاگزین دیگر به جز ادامه جنگ بر ضد آمریکایی ها ندارند